بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای علیم خان یسینگزدف، سفیر کبیر جمهوری قزاقستان، اعضای محترم کابینه و شورای ملی افغانستان، سفرا و دیپلمات های محترم مقیم کابل، مهمانان عالی قدر، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز بسیار خوشحال هستیم که در محفل گرامی داشت از 27مین سال روز استقلال کشوری دوست و برادر جمهوری قزاقستان در کابل اشتراک میکنیم. این روز را به دولت قزاقستان و شخص جلال ماب نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، جناب سفیر و همه مردم قزاقستان از طرف دولت و مردم افغانستان صمیمانه تبریک میگویم و برای مردم قزاقستان بهروزی، رفاه و شکوفایی آرزو میکنم. حضار گرامی، جمهوری قزاقستان یکی از کشورهای بزرگ منطقه ماست که با کشورهای بزرگ دیگر مانند روسیه و چین و همچنین با قرقیزستان و ازبکستان همسرحد است و با مساحت 2,700,000 کیلومتر مربع از نگاه جغرافیایی نهمین کشور بزرگ دنیا می باشد. قزاقستان هرچند مثل افغانستان محاط به خشکی است، ولی از ظرفیت بسیار عالی اقتصادی مخصوصا در سکتور زراعت و سایر منابع طبیعی و معادن برخوردار است و از اعضای بسیار فعال و مؤثر سازمان شانگهای در منطقه است. قزاقستان از دوستان بسیار نزدیک افغانستان است. بعد از کسب استقلال این کشور در 16 دسامبر 1991 به زودترین فرصت، یعنی یک سال بعد در 12 فوریه 1992 روابط دیپلماتیک بین دو کشور ما برقرار شد و در سپتامبر 2002 فعالیت‌های دیپلماتیک قزاقستان در کابل آغاز گردید و در جون 2003 به سفارت ارتقا یافت و در همین سالها سفارت افغانستان نیز در قزاقستان و فعالیت آغاز کرد. در طول 27 سال اخیر این روابط در عرصه‌های مختلف به صورت متداوم رو به گسترش و توسعه بوده است که به گوشه‌های از این روابط به طور خلاصه اشاره می‌کنم. یک، قزاقستان در عرصه سیاسی و امنیتی همواره در کنار حکومت افغانستان بوده و از مواضع و سیاست‌های ما مخصوصاً در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی حمایت کرده و در آموزش بخشی از نیروهای امنیتی ما، یعنی پلیس و صاحب منصبان دیگر، سهم گرفته است و تا کنون چندین سند تفاهم و همکاری بین دو کشور ما به امضا رسیده و رهبران دو کشور در مناسبت‌های متعدد با همدیگر دیدارهای دوستانه داشتند. دو، در عرصه اقتصادی و تجارتی روابط دو کشور ما پیوسته در حال گسترش است. خانه تجارت قزاقستان در 11 حمل 1395 در کابل افتتاح شد. قزاقستان سالانه به ارزش بیش از 866 میلیون دلار کالاهای تجارتی به افغانستان صادر میکند. اما صادرات افغانستان به قزاقستان فعلا 13.8 میلیون دلار است. افغانستان سالانه مقدار زیادی گندم، آرد، آهن و مواد ساختمانی از قزاقستان وارد میکند. قزاقستان هم بازار خوبی برای میوه خشک و تازه افغانستان و همچنین زعفران افغانستان است. هرچند صادرات و واردات بین دو کشور ما متوازن نیست، ولی امیدواری این است که این داد و ستد به طور روزافزون وسعت یابد و متوازن شود. در این رابطه در دراز مدت با احداث راه لاجورد که افغانستان را به آسیای میانه وصل خواهد کرد و با احداث خط آهن بین افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان، زمینه تجارت و ترانزیت به صورت مطلوب نه تنها بین دو کشور بلکه در سطح منطقه بیش از پیش گسترش خواهد یافت. اما در کوتاه مدت آغاز صادرات از طریق دهلیز هوایی کابل آلماتی توسط شرکت هوایی کامیر یک رویداد بسیار امیدوار کننده است. چنانچه اطلاع داریم بر اساس توافق قبلی بین حکومت افغانستان و قزاقستان
و تفاهم‌نامه سه جانبه بین مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی کامیر که در 20/13/96 به امضا رسید، این شرکت در اولین پرواز از طریق دهلیز هوایی کابل آلماتی به مقدار 4 تن سبزیجات و 612 کیلوگرم قالین را به تاریخ 4/13/96 از میدان هوایی کابل به میدان هوایی بین‌المللی آلماتی انتقال داد و این پروازها همچنان ادامه دارد. نقطه بسیار مهم، رابطه منظم و دوامدار بین اتاقای تجارت و سکتور خصوصی دو کشور است. امسال در 26/13/97 کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان قزاقستان با اشتراک مقامات حکومتی و تجار دو کشور در کابل برگزار گردید که برای ایجاد روابط دائمی و معرفی محصولات هر دو کشور و فراهم آوری سهولت‌های تجارتی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هر دو کشور بسیار سازنده و مؤثر بود. ما از جناب سفیر قزاقستان در کابل می‌خواهیم که در جهت توسعه روابط سکتور خصوصی هر دو کشور از هیچ نوع همکاری دریغ نورزند. 3. کشور قزاقستان در عرصه فرهنگی و آموزشی کمک بزرگی به ما کرده است. در سال 2009 یک توافقنامه آموزشی بین وزارت‌های تحصیلات عالی هر دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن مبلغ 50 میلیون دلار برای 1000 بورسیه تحصیلی برای محصلین افغانستان اختصاص داده شد. از سال 2010 به بعد این بورسیه ها عملی شد و هر ساله هیئت علمی از وزارت تحصیلات عالی قزاقستان به کابل آمده و با برگزاری امتحان در حدود 200 تن از جوانان ما در هر سال به این بورسیه ها راه یافتند که در نتیجه تا کنون 1000 محصل افغانی در رشته های مختلف در پوهنتون های قزاقستان آموزش دیدند. ما امیدواریم فرصتی فراهم شود که این نوع همکاری ها به صورت دوامدار ادامه یابد. همکنون در کنار محصلین تعدادی بیش از 2000 تن از هموطنان ما در قزاقستان زندگی می کنند که در تحکیم روابط فرهنگی بین مردمان دو کشور ما نقش بسیار مثبتی خواهند داشت. قابل یادآوری می دانم که کشور قزاقستان یکی از کشورهایی است که در زمینه فرهنگی و تحصیلات عالی تجربه بسیار موفق داشته است و در همین رابطه جای خرسندی است که در این کشور بزرگ منطقه ما بی‌سوادی به تمام معنا ریشه کن شده و اکنون در این کشور بی‌سواد وجود ندارد و این واقعا یک موفقیت بزرگ برای قزاقستان است. 4. یکی دیگر از عرصه‌های روابط بین دو کشور برقراری روابط پارلمانی بین پارلمان‌های دو کشور و توسعه آن است. در سال 2013 هیئت پارلمانی جمهوری قزاقستان به ریاست رئیس کمیسیون امور بین‌المللی دفاع و امنیت پارلمان این کشور به کابل سفر نمود که موضوع اساسی این دیدارها در کابل تحکیم روابط میان پارلمان‌های هر دو کشور تشکیل می‌داد. پارلمان‌های کشورها نقش بسیار بنیادی در توسعه روابط بین ملت‌ها دارند. 5. کمک‌های بشردوستانه قزاقستان به مردم ما در طول سال‌ها مخصوصاً از 2008 به بعد یکی از موارد قابل ستایش است. از آنجا که افغانستان کشوری است که همیشه در معرض حوادث طبیعی همچون سیلاب، زلزله، خشکسالی و مانند آنها قرار دارد، کمک‌های به موقع کشور قزاقستان به صورت مواد غذایی و اجناس دیگر به قیمت میلیون‌ها دلار مخصوصاً برای مردم بدخشان و جوزجان در سال‌های گذشته پیوند همبستگی و روحیه برادری بین مردمان دو کشور را بیش از پیش تقویت کرده است. 6. یکی دیگر از عرصه‌های روابط دوستانه دو کشور، همونطوری که پیشتر جناب سفیر هم یادآوری کردند، همکاری‌های بین‌المللی و منطقوی ما در قالب کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی است. قزاقستان در سازمان شانگهای همیشه از موقف افغانستان و کمک این سازمان به افغانستان حمایت کرده است و همچنین در اجلاس‌های مختلف بین‌المللی دیگر همچون اجلاس شیکاگو، توکیو، اجلاس‌های ریکا
و کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول و کنفرانس های دیگر بین‌المللی و منطقوی، قزاقستان از اون کشورهایی بوده که در کنار حکومت و مردم افغانستان استاده و در موضوعات مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی با ما همکاری کرده است. در پایان باید گفت افغانستان و قزاقستان از گذشته ها با هم روابط بسیار مثبت و فعال داشته و این روابط در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی رو به توسعه بوده است. قزاقستان و افغانستان به عنوان دوستان سنتی به یکدیگر نگاه می‌کنند و برای تأمین ثبات و امنیت پایدار منطقه و تأمین رفاه و آسایش مردمان این منطقه از هیچ نوع همکاری با همدیگر دریغ نمی‌کنند. به امید توسعه هرچه بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور و با آرزوی شکوفایی و فرخندگی هرچه بیشتر کشور و مردم جمهوری قزاقستان، تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.